درود و وقت بخیر میگم به شما بینندگان گرامی. خوش آمدید به یک نگاه سوم دیگر از تلویزیون آریان. من محسن میرزایی هستم و به همراه دیگر همکارانم و همچنین سه میهمان گرامی با دو بخش در این برنامه شما را همراهی میکنیم. در این نگاه سوم در بخش نخست میخواهیم نگاهی بیندازیم به آخرین تحولات در باریکه غزه، در اسرائیل، در لبنان و اتفاقاتی که در سوریه افتاده است. روزنامه بریتانیایی تایمز به نقل از مقامات اسرائیلی اعلام کرده است که ارتش اسرائیل در حال برنامه ریزی برای حمله زمینی به حزب الله لبنان است. پیشتر هم صحبت‌هایی در این رابطه شده بود و برخی از مقامات اسرائیلی اعلام کرده بودند که حزب الله لبنان به مراتب چندین برابر خطرناک‌تر از حماس است و باید از مناطقی در جنوب لبنان حتی تا مناطقی تا شمال رود لیتانی عقب بنشیند و طی 24 ساعت گذشته تنش‌ها و تبادل آتش میان گروه حزب الله لبنان و ارتش اسرائیل در این مناطق بوده. پیشتر هم اسرائیل ده‌ها هزار نفر رو از شهروندان خودش رو در شمال اسرائیل تخلیه کرده بود به دلیل تهدید حزب الله و هنوز نیز این مناطق خالی از غیر نظامیان است و تو این رابطه صحبت میکنیم. همچنین که میدونید رضی موسوی بلند پایه ترین مقام سپاه پاسداران در سوریه روز دوشنبه رسانه های داخلی ایران و همچنین منطقه‌ای اعلام کردند که در سوریه، در دمشق پایتخت سوریه کشته شده است. مقامات جمهوری اسلامی انگوش را به سمت اسرائیل گرفتند و خط و نشان کشیدند، تهدید کردند از رئیس جمهور ابراهیم رئیسی، وزیر خارجه ایران و همچنین سپاه پاسداران و بسیاری دیگر بیانیه صادر کردند و واکنش ها در توییتر و فضای مجازی فراوان بوده است و تهدید کردند که در وقت مقتضی پاسخ خواهیم داد. به این مسئله نگاه میکنیم در بخش نخست برنامه و مسائلی در همین رابطه و در بخش دوم برنامه. همینطور که میدونید کارگران گروه ملی فولاد ایران در اهواز چهارمین روز اعتصاب خودشون رو پشت سر گذاشتند. طی روزهای گذشته این اعتصاب گسترده در جریان بوده است. در همین رابطه صحبت میکنیم و در رابطه با تجمعات اعتراضی که طی روزهای گذشته در بسیاری از شهرها و استانها در جریان بوده است صحبت خواهیم کرد و بازاریانی که در تهران، بازار طلای تهران و همچنین همدان، امروز البته چند شهر دیگر هم پیشتر پیوسته بودند، اعتراض دارند، کسبه مغازه های خود را تعطیل کردند، اصناف بازارهای طلا تعطیل شده است، میگویند طرح جدید دولت میخواهد دست در جیب ما کند و با این وضعیت بد اقتصادی همان درآمد ناچیز ما هم میخواهد دولت دست در جیبمان کند و از آن هم بردارد. تو بخش دوم هم در رابطه با همین مسائل صحبت میکنیم، اما ابتدا گزارش بخش نخست را میبینیم و تا دقایقی دیگر با آقای عبدالله حجاب، تحلیلگر مسائل سیاسی و آگاه به مسائل منطقه، باز خواهیم گشت. با وجود تلاش‌های بین‌المللی برای جلوگیری از تشدید تنش میان حزب الله لبنان و ارتش اسرائیل و ممانعت از کشانده شدن لبنان به یک جنگ همه جانبه، گزارش‌ها از سناریوی جدید و احتمال درگیری زمینی فراگیر میان گروه حزب الله و ارتش اسرائیل خبر می‌دهد. روزنامه بریتانیایی تایمز به نقل از یک مقام نظامی اسرائیل نوشته: آنچه در غزه اتفاق افتاد با آنچه حزب الله می‌تواند در شمال انجام دهد قابل مقایسه نیست. او با اشاره به اینکه اسرائیل برنامه‌هایی را برای حمله زمینی به لبنان طرح‌ریزی کرده بیان داشت. تصمیم برای آغاز عملیات زمینی فرامرزی بر عهده بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر و دولت نظامی اوست. باید خاطر نشان کرد که پیشتر نیز برخی مقام‌های اسرائیلی خواستار عقب راندن حزب الله از جنوب لبنان تا شمال رود لیتانی شده بودند. به شکلی که دولت نتانیاهو تأکید کرده که حزب الله در جنوب لبنان باقی نخواهد ماند. مقام‌های اسرائیلی معتقدند که پس از پایان جنگ جاری در نوار غزه نمی‌توانند آتش‌بسی ملایم با حزب الله لبنان را بپذیرند. گفتن است از آغاز درگیری‌ها میان حزب الله و اسرائیل پس از حمله روز 15 مهر حماس به اسرائیل، حدود 86,000 اسرائیلی از مناطق مرزی مجاور مرز لبنان به مناطق امن‌تر پناه بردند.
همچنین رسانه‌های ایران روز دوشنبه 4 دی از کشته شدن سید رضی موسوی، فرمانده ارشد نیروی قدس سپاه پاسداران در حمله هوایی اسرائیل به دمشق، پایتخت سوریه خبر دادند. خبرگزاری حکومتی ایرنا اعلام کرده که او از مستشاران نیروی قدس سپاه بود که در زمینه پشتیبانی از آنچه این خبرگزاری محور مقاومت در سوریه نامیده فعالیت داشته. جمهوری اسلامی همواره از حضور نیروهای نظامی خود در سوریه به عنوان مستشاری نظامی یاد می کند. خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران نیز خبر داده که رضی موسوی از قدیمی ترین مستشاران سپاه در سوریه و از همراهان قاسم سلیمانی فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه بوده که روز دوشنبه در حمله اسرائیل به منطقه زینبیه دمشق کشته شد. رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران نوشتند که رضی موسوی از دهه 1370 مسئول پشتیبانی و لوجستیک نیروی قدس سپاه در سوریه بوده و نقش مهمی در حفظ حکومت بشار اسد بعد از آغاز جنگ داخلی سوریه داشته است. در پی کشته شدن این فرمانده ارشد سپاه پاسداران در سوریه، ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران با صدور بیانیه‌ای اسرائیل را تهدید به تلافی جویی کرده است. همچنین حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی نیز با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس اسرائیل را به شمارش معکوس سخت تهدید کرده. سپاه پاسداران نیز اسرائیل را مسئول کشته شدن این فرمانده بلند پایه سپاه قدس دانسته و در بیانیه خود این کشور را تهدید کرده که تاوان این حمله را پس خواهد داد. رژیم صهیونیستی بخواهد با برآوردهای غلط دوباره به تکرار خطاهای گذشته دست بزند، این موشک‌ها سینه فضا را بشکافند و بر قلب رژیم صهیونیستی فرود آیند. 1000 موشک دیگر با قدرت‌های تخریب دلخواه و دقت‌های وسیع و بردهای بلند در اقصا نقاط عالم اسلام کاشته شده است، فقط منتظر دست. بله، همینطور که گفته بودیم در این بخش از برنامه جناب آقای عبدالله حجاب، تحلیلگر مسائل سیاسی و آگاه به مسائل منطقه با ما هستند. درود و وقت بخیر میگم به شما جناب آقای عبدالله حجاب گرامی. سلام و عرض ادب خدمت شما و خدمت بینندگان ارجمند. زنده باشید آقای عبدالله حجاب. از صحبت یعنی بخش اول برنامه رو در این رابطه شروع کنیم. روزنامه بریتانیایی تایمز داره اعلام میکنه که طی صحبتی که با مقامات اسرائیلی داشتن، بحث بر این است که برنامه برای حمله زمینی علیه حزب الله لبنان در دست است و احتمال اینکه این ساعت صفر هر لحظه ای فرا برسد وجود داره. چقدر جدیه فکر میکنید؟ و مخصوصا بعد از اتفاقاتی که پس از حمله گروه حماس علیه اسرائیل آغاز شد و در آن متاسفانه بسیار انسان کشته شدند، البته در هر دو سو متاسفانه انسان های بسیاری کشته شدند، میخوره در این رابطه آیا اسرائیل جدیست در این موضوع و واقعا احساس میکنید این کار رو انجام بده و یک جبهه جدید جنگ در شمال باز بکنه؟ در ارزیابی مخاطراتی که متوجه امنیت اسرائیل بودن و هستن، کشور اسرائیل و دوستان اسرائیل و تحلیلگران غربی بیشتر بر روی غزه تاکید نداشتن. میدونستن که غزه میتونه به طور بالقوه امنیت اسرائیل رو تا حدی به خطر بندازه و یا اینکه امنیت بعضی از شهروندان اسرائیل رو به خطر بندازه، ولی امنیت کلی، امنیت عام اسرائیل رو غزه به هیچ وجه تهدید نکرده. ولی حزب الله لبنان و جبهه‌ای که در واقع در شمال اسرائیل بوده و در جنوب لبنان همیشه به عنوان یک تهدید جدی برای اسرائیل وجود داشته. بنابراین علارغم سرگرمی ارتش یا در واقع مشغول بودن ارتش اسرائیل در جنگ غزه، به هیچ وجه اسرائیل از مرزهای شمالیش غافل نبوده و تهدید حزب الله را کم اهمیت جلوه نداده. بنابراین اگه اسرائیل واقعا متوجه شده باشه و یا اینکه سرویس‌های امنیتی و اطلاعاتی اسرائیل خبر داشته باشند که حزب الله در صدد اقداماتیه که امنیت اسرائیل را به شیوه جدی‌تر به خطر بندازه، بدون تردید اسرائیل این کار رو میکنه. ولی آیا گزارشی که در حال حاضر پخش شده، این گزارش میتونه تا چقدر معتبر باشه؟ باید در روزهای آینده منتظر باشیم و ببینیم که آیا اسرائیل واقعا وارد یه جبهه دوم رو هم باز خواهد کرد یا باز نخواهد کرد.
ولی در هر حال مسئله امنیت مرزهای شمالی اسرائیل همیشه در اولویت ارتش اسرائیل و سرویس‌های اطلاعاتی و امنیتی اسرائیل بوده و هستند. درست. آقای حجاب، در رابطه با این، اگر این اتفاق بیفتد، ما در فضای اگر صحبت میکنیم چون زمزمه ها بر این نسبه این مسئله برای نخستین بار هم نیست، از ابتدای جنگ جسته و گریخته مقامات اسرائیلی اینو مطرح کردن در رسانه های مختلف در رابطه با تهدید بالقوه حزب الله، همینطور که شما خودتون هم اشاره کردید. در این رابطه اگر این اتفاق بیفتد، شما فکر میکنید واکنش جمهوری اسلامی همان واکنشی است که در قبال حماس داشت و دستهای خود را بالا گرفت و گفت ما نقشی نداشتیم، یا اگر مسئله را جدی ببیند، البته نه به شکل مستقیم، به چه شکل فکر میکنه جمهوری اسلامی بی تفاوت باشد اگر اسرائیل ورود زمینی بکند به لبنان و بخواهد همون چیزی که گفته، یعنی تا رود لیتانی حزب الله را عقب بزند؟ آیا واکنش جمهوری اسلامی رو میخوام تحلیل شما رو بشنوم، چه خواهد بود؟ دست ایران، در دست جمهوری اسلامی در کمک به حزب الله و در واقع مبارزه علیه اسرائیل در مرزهای شمالی اسرائیل، مرزهای جنوبی لبنان بیشتر بازتره. یعنی اگه ایران واقعا بخواد برای پشتیبانی از حزب الله وارد عمل بشه، این امکانو بیشتر داره تا اینکه بتونه در غزه کمک یک کار جدی بکنه. بنابراین ایران از لحاظ توانایی نظامی شاید توانایی اینو داشته باشه که بتونه دردسر بیشتری برای اسرائیل ایجاد کنه، ولی آیا واقعا ایران این کار انجام خواهد داد یا نه؟ به نظر من برای ایران تقریبا غیر ممکن به نظر میرسه که بتونه تحمل یک جنگ جدی رو با اسرائیل بکنه، یا تحمل یک جنگ جدی رو که اگه قرار باشه با اسرائیل بکنه شاید با پشتیبانان بین المللی اسرائیل و به ویژه آمریکا هم در بیفته، و از این لحاظ شاید جمهوری اسلامی این اشتباه استراتژیک رو انجام نده، یعنی نخواد وارد جنگ مستقیم با آمریکا و اسرائیل بشه. شاید از لحاظ تبلیغاتی بیشتر بتونه وارد صحنه بشه و تا حدی از طریق موشک پرانه های مقطعی در خود لبنان یا سوریه و تا حدی از خاک عراق استفاده کنه و برای اسرائیل مزاحمت های ایجاد کنه، ولی وارد شدن به یک جنگ مستقیم با اسرائیل برای جمهوری اسلامی به قیمت گرانتری تمام میشه، و از این لحاظ شاید ایران نخواد این هزینه رو پرداخت کنه در حال حاضر. درسته. آقای حجاب، در رابطه با یک مسئله دیگری صحبت کنیم. ببینید، رضی موسوی برجسته ترین چهره سپاه قدس و سپاه پاسداران در سوریه توسط اسرائیل کشته میشود. البته اسرائیلی ها تا این لحظه مثل خیلی کارهای دیگر، اسرائیلی ها معمولاً چیز را مسئولیت را نمیپذیرند، اما خب جمهوری اسلامی سوریه و خیلی کشای دیگر میگویند کار اسرائیل بوده است. تا امروز خب ما دیدیم اسرائیل بارها مواضع جمهوری اسلامی، سپاه قدس و نیروهای نیابتی ایران رو هدف قرار داده بود. چندین تن از این افراد هم در این حملات، مستشاران نظامی جمهوری اسلامی اینطور که خودشان میگویند، در سوریه کشته شدند و همواره هم تهدید کردند که ما تلافی میکنیم، اما تلافی در کار نبوده. اما امروز رضی موسوی را اسرائیل هدف قرار داده. برخی تحلیلگران معتقد هستند کاری تحریک‌آمیز برای اینکه جمهوری اسلامی را به واکنش وادارد، و اتفاقی که اسرائیل منتظر این لحظه است. من میخوام ببینم آیا فکر نمی‌کنید زدن رضی موسوی در این مقطع یک گونه تحریک جمهوری اسلامی باشد برای ورود به این مناقشه، و آیا این تهدیدهایی که کردند در حد توان جمهوری اسلامی است یا خیر؟ روی دیگه این سکه میتونه تهدید جدی باشه، تهدید جدی به مقامات ایران، به عوامل ایران در منطقه. خب بعد از قتل این شخص، بعد از قتل رضی موسوی، معلوم شد که این شخص حداقل در 3 دهه اخیر در کمک رسانی به حزب الله و در تأمین ذخایر مالی، نظامی و اطلاعاتی برای گروه‌های نیابتی نقش اساسی رو ایفا کرده، حتی شاید نقشی مخفیانه، ولی شاید نقشی مهمتر از نقش قاسم سلیمانی و بقیه افراد رده بالای سپاه پاسداران. در واقع چیدمان سیاسی منطقه شاید اینو بخواد که اسرائیل و آمریکا با کمک اطلاعاتی آمریکا مهره های اساسی رژیم رو هدف بگیره، برای اینکه اخطار جدی باشه که
بیشتر دست از پا خطا نکنند. ولی شاید هم در واقع تحریک باشه، اقدام تحریک‌آمیز باشه برای اینکه واکنش ایران رو ببینن و در برابر ایران واکنش اندر واکنش نشون بدن، یعنی در واقع به طوری وارد عمل بشن که ایران رو وادار کنن توانایی خودش رو بیشتر رونمایی کنه و از این لحاظ در استراتژی آینده خودشون در واقع برنامه‌ریزی کنن و در برنامه‌ریزی استراتژی آینده خودشون توانایی‌های اطلاعاتی ایران، توانایی‌های استراتژیک ایران رو مد نظر بگیرن و بر طبق اون توانایی‌ها عکس‌العمل نشون بدن. درسته. آیه حجاب، در رابطه با مسئله دیگری شما به همین نکته جالبی اشاره کردید که امریکا و اسرائیل در یک هماهنگی با هم باشه. همینطور که میدونیم امریکا هم پایگاه‌های کتایب و حزب الله رو، گروه تروریستی کتایب و حزب الله رو در عراق هدف قرار داده. و یک سوالی، اگر امروز ناخواسته، چون امیدوار هستیم در هیچ جای جهان جنگی نباشه، چون جنگ رو قربانی اول و آخرش مردم بیگناه و غیر نظامیان هستن متاسفانه و کسانی هم که جنگ را آغاز میکنن خودشان در امانن از جنگ ها، ولی خب قربانی اصلی مردم هستن، مردم بیدفاع. اگر جنگی آغاز شود، آیا با شرایطی که امروز جمهوری اسلامی دارد از نظر اقتصادی، از نظر نارضایتی های داخلی که مثل سال 60 نیست که مردم تا حدودی بدون تعارف میشود گفت بخشی از مردم با حاکمیت بودند، ولی چیزی که امروز میبینیم این گونه نیست، آیا جمهوری اسلامی از نظر مقبولیت داخلی، از نظر اقتصادی و وضعیتی که توی منطقه داره توان و تاب‌آوری داره که وارد یک جنگ حتی مقطعی و کوتاه مدت میشه با ایالات متحده امریکا و اسرائیل؟ و شاید همین ناتوانی جمهوری اسلامی در مقابله با تهدیدات جدی آمریکا و اسرائیل باشه که باعث بشه ایران در واقع نخواد وارد جنگ جدیدی بشه، یا در واقع نخواد یه جبهه‌ای رو باز کنه که خود ایران در آن به طور مستقیم مورد حمله قرار بگیره. به نظر منم وضعیت داخلی ایران به قدری بحرانیه که رژیم جمهوری اسلامی نخواد این اشتباه رو بکنه و وارد جنگی بشه که مردم باش نیستن. مردم میدونن که سرچشمه اصلی مشکلاتی که در داخل کشور هست، مشکلات اقتصادی، مشکلات اجتماعی، مشکلات سیاسی، سرچشمه اصلی اینها در واقع همون زیاده روی های ایران و همین سیاست هایی که در منطقه افراطی‌گرایی که در منطقه ایران پشتش وایستاده و باعث شده که خود رژیم و حتی کشور از هر لحاظ زیر تهدید باشن، از هر لحاظ در محاصره قرار گرفته باشن. و اگه بخواد ایران بیشتر دست از پا دراز کنه و بیشتر بخواد تحریک کنه تا وارد جنگ رو در رو بشه، شاید بنیه اقتصادی و بنیه نظامی رژیم این توانایی رو نداشته باشه و از این لحاظ رژیم متوجه بشه که شاید وجودش یا در واقع مسئله زندگی آیندهش یا در واقع بودن آیندهش در معرض تهدید جدی باشه و از این لحاظ رژیم شاید تا سرحد جنگ جلو بره، ولی به نظر ماشه رو نمی کشه. بله، ما تا پایان کمتر از یک دقیقه وقت داریم، مثل همیشه دیگه سوالی نمیپرسیم، صحبت‌های پایانی و جمع‌بندی نهایی شما رو میشنویم، بفرمایید. اون تحریکاتی رو که ما در منطقه شاهد بودیم تا حالا نشون میده که ایران بیشتر کسانی رو، طرفایی رو قربانی میکنه که توانایی دفاع از خودشون نداشته باشن، یا اینکه در معضلات منطقه در واقع یک کارتی باشن که کمتر بتونن تأثیر داشته باشن رو معادلات استراتژیک. بنابراین بعضی از گروه های عراقی رو میتونه قربانی کنه، بعضی از گروه های لبنانی رو میتونه قربانی کنه، بعضی از نیروهای خودش رو در سوریه میتونه قربانی کنه تا اینکه بتونه در داخل در واقع ثباتی رو ادامه بده. ولی به نظر من رژیم جمهوری اسلامی در وضعیتی قرار گرفته که سرنوشتش رو با تحرکات منطقی، با آشوب‌هایی که در منطقه هست گره زده و پایان این آشوب‌ها میتونه برای جمهوری اسلامی هم یه پایان سختی باشه. بله، سپاسگزارم از شما جناب آقای عبدالله حجاب، تحلیلگر مسائل سیاسی و آگاه به مسائل منطقه که تا این لحظه با ما بودید. بله، همینطور که گفته بودیم دو بخش داریم، گزارشی رو در رابطه با بخش دوم می‌بینیم. دو میهمان
به ما خواهند پیوست آقای صادق کارگر، فعال سندیکایی و کنشگر سیاسی چپ و همچنین جناب آقای شهاب بهرامی، تحلیلگر و فعال سیاسی چپ. گزارش را می‌بینیم تا دقایق دیگر با دو میهمان باز می‌گردیم. به رغم تلاش حاکمیت برای سرپوش گذاشتن و پنهانکاری در مورد بحران‌های مرکب و پیچیده اقتصادی، سیاسی و اجتماعی، این روزها اعتراض و اعتصاب‌های گوناگون از معلمان و بازنشستگان تا کارگران و پرستاران کماکان در سراسر جغرافیای ایران رو به گسترش است. کارگران، اصناف، کسبه و بازنشستگان حالا دیگر به پای ثابت اعتراضات تبدیل شدند. در همین رابطه منابع خبری از تداوم اعتصاب برای چهارمین روز متوالی در کارخانه گروه ملی فولاد ایران در اهواز خبر دادند. بر همین اساس اعلام شده که بخشی از کارگران این مجموعه از انجام فعالیت‌های روزانه خود امتناع کردند و با برگزاری تجمع اعتراضی در محوطه این کارخانه خواستار رسیدگی به مطالبات خود شدند. در روزهای گذشته نیز کانال صدای مستقل کارگران گروه ملی فولاد نوشته بود که اعتصاب در شرایطی ادامه دارد که مدیریت شرکت و حراست اقدام به مسدود کردن کارت ورود 17 نفر دیگر از کارگران کردند. بر اساس اعلام این کانال تا روز دوشنبه 4 دی ماه 38 نفر از کارگران این گروه به دلیل اعتراض به اجرا نشدن طرح طبقه بندی از کار تعلیق شدند. روز گذشته کارگران فولاد با راهپیمایی اعتراضی از محل شرکت تا میدان بقایی با سر دادن شعارهایی همچون نه تهدید نه زندان دیگر اثر ندارد، مرگ بر ستمگر، درود بر کارگر و هیهاد من نزله اعتراض خود به وضع موجود را اعلام کردند. کارگران همچنین خواستار رفع ممنوعیت ورود همکاران تعلیق شده خود به شرکت و بازگشت کارگران اخراج شده قبلی به کار هستند. همچنین روز دوشنبه 4 دی ماه بازنشستگان مخابرات در 15 استان از جمله در شهرهای شیراز، سنه، شهر کرد، خرم‌آباد، اردبیل، اصفهان، مریوان، تبریز، عراق، اهواز، همدان، بیجار، رشت، ساری، زنجان در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالباتشان در مقابل ادارات شرکت مخابرات تجمع اعتراضی برپا کردند. روز دوشنبه همچنین پرستاران و بازنشستگان در تهران، اهواز، قزوین و ایلام دست به تجمع اعتراضی زدند. بازنشستگان وزارت نفت، تامین اجتماعی و فرهنگیان بازنشسته مقابل سازمان برنامه بودجه در تهران تجمع کردند. بازنشستگان در اهواز، قزوین و ایلام از جمله در مقابل سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی تجمعات اعتراضی برگزار نمودند. آنها شعار می‌دادند: دولت خیانت می‌کند، مجلس حمایت می‌کند، ظلم و ستم کافیه، سفره ما خالیه، معلم زندانی آزاد باید گردد، کارگر زندانی آزاد باید گردد. روز دوشنبه 4 دی همچنین اکثر طلافروشی‌های تهران و طلافروشان همدان در اعتراض به قوانین جدید مالیاتی حکومت که قصد بالا بردن مالیات را دارد اعتصاب کردند. طلافروشی‌های مشهد، اصفهان، یزد، تبریز، عراق، قم و چندین شهر دیگر که از روزهای قبل اعتصاب خود را شروع کردند، همچنان در اعتصاب به سر می‌برند. گفتنی سایت حکومتی ایلنا 5 شهریور 1402 نوشت در مدت 2 سال یک تورم حداقل 250% به سفره‌های مردم تأمین شده است. دستمزد کارگران 1/3 خط فقر هم نیست. این در حالی است که اختلاس‌های نجومی و فساد سیستماتیک حکومتی اقتصاد ایران را نابود کرده است. تنها در هفته‌های اخیر در جدال باندهای حکومتی یک اختلاس نجومی به مبلغ 3 میلیارد و 370 میلیون دلار در شرکت صنعتی به نام کشت و صنعت چای دبش برملا شد. وبسایت جماران در این باره نوشت این اختلاس سهم قابل توجهی از کل درآمد ارزی ایران است. به طور قطع نهادها و دستگاه‌های اداری و مالی متعدد درگیر این فساد هستند. بله. بله. همونطور که گفته بودیم دو میهمان گرامی با ما هستن. میهمان‌ها رو یکی یکی معرفی می‌کنیم. جناب آقای صادق کارگر، فعال سندیکایی و کنشگر سیاسی چپ و همچنین جناب آقای شهاب بهرامی، تحلیلگر و فعال سیاسی چپ. به هر دو میهمان گرامی درود و وقت بخیر میگم. در ابتدا با آقای صادق کارگر آغاز می‌کنیم. آقای کارگر،
یه خورده در رابطه با خواست کارگران فولاد، ما حالا در گزارش یک به شکل اجمالی صحبت کردیم در رابطه با خواسته های کارگران، در این رابطه بیشتر صحبت کنید و همچنین توی روزهای گذشته، هفته های گذشته، اصناف و بازنشستگان هم همواره یک پای ثابت این اعتراض ها و اعتصاب ها بودن. در رابطه با همین موضوع صحبت کنیم، بفرمید. بله، منم سلام عرض میکنم خدمت شما و مهمان گرامی و همچنین بینندگان. عرضم حضورتون که کارگرای فولاد که خب خواستشون معینه، کارگرای فولاد نسبت حقوقشون با کارگرای سایر کارخانجات فولاد و بخش دیگری از واحدهای صنعتی در خوزستان و جاهای دیگه کمتره. یکی از خواستهای اصلی اینا این هستش که حقوقشون همسان بشه با حقوق سایر کارگران و کارکنان فولاد. مطلب دوم طبقه‌بندی مشاغله، که طبقه‌بندی مشاغل هم ناظر بر این هستش که افزایش دستمزد پیدا کنه، یعنی درآمد از بابت انجام طبقه‌بندی مشاغل دستمزدشون و حقوقشون یه مقداری بالا بره. یعنی خواسته هاشون عمدتا اقتصادی هست و حالا خب دولت اومده با اخراج یک سری از همکاراشون یا برداشتن کارتشون ادیرامی به کارخونه را نمیده، روشی که همیشه اعمال میکنن برای اینکه اعتصابا رو بشکنن و در واقع روشی که ارعاب ایجاد بکنن بین کارگرا برای پایان دادن به اعتصاب. ولی خب هرچی زمان میگذره تأثیر این حرکت ها و این ارعاب ها کمتر میشه و کارگرا از اونجایی که واقعا از لحاظ اقتصادی و معیشتی در فشار شدید قرار دارن، اصلا دست خودشون نیست که بترسن یا عقب بنشینن، مجبورن وایسن روی خواسته هاشون بلکه بتونن با آمدشون حقوقشون رو بالا ببرن و ازشون رو بهتر بکنن. مسئله معیشت یه مسئله سراسری شده الان در کشور ما، که بازنشسته ها، معلم ها، پرستارا و تقریبا تمام مزدبگیران ایران از اون ناراحت هستن و در عذابن، به خاطر اینکه خودشون آمارایی که میدن هزینه های زندگی 30 میلیون و 30 میلیون بالاتر شده حتی، و این در حالی است که حقوق حداقل کارگر 4,177,000 تومانه و حالا با یه سری از نمیدونم حق مسکن و چه و چه اگر بدن به زحمت به 7 میلیون خورده میرسه، یعنی یک چهارم همون هزینه های زندگی که اعلام شده. بنابراین خب زندگی اصلا قابل تحمل نیست با این دستمزد، با این حقوق، با این وضعی که الان هست، به اضافه اینکه فشارهای دیگه هم کارگرها باش مرتب مواجه هستن. کارفرماها حالا چه دولتی چه خصوصی به انهای مختلف حقوق کارگر رو زیر پا میزنن، شرایط کار رو سخت‌تر میکنن. چند وقت پیش یکی از این رؤسای اتاق بازرگانی گفته بود که طبقه بندی مشاغل یک چیز وصله کمونیستی است، مثلا، در حالی که این در تمام دنیا و در زمان شما هم بود، یک چیز قانونی هستش و در واقع یه بخشی است برای جبران مثلا اون کمبود دستمزدی که میدن. ما طرفدار این هستیم که دستمزدها همیشه انطباق داشته باشه با هزینه های زندگی. اگر کارگر دنبال طبقه‌بندی مشاغله، میخواد حقوقش رو بهتر بکنه، خب به خاطر اینکه این حقوقی که بهش میدن، این دستمزدی که میدن، نمیرسه به زندگیش دیگه، بعد خب مجبوره بیاد. یا مثلا همسانسازی بازنشستم دقیقاً همینه، یعنی همسانسازی هم یه ترفندی بوده برای اینکه حقوق بازنشسته‌ها رو بر اساس قانونی که خودشون دارن اضافه نکنن، و اومدن اینو در نظر گرفتن، تساعدی کردن، مثلا سال اول 40%، سال دوم فلان درصد، حالا همون هم اجرا نمی‌کنن. یعنی واقعا فشار معیشتی شدیده و صنایع پتروشیمی و صنایع فولاد هم جز صنایع بسیار پردرآمد کشور هست و اختلاس‌های کلانی هم در اون صورت می‌گیره. وقتی آقایی که مدیر عامل هست، وقتی که به حقوق کارگر میرسه، یه دفعه شروع میکنه به این که نه درآمد کم است و ما نمیدونم اینقدر کارگر بیمه داریم، اینقدر بیمه میدیم، اینقدر هم باید وسلا تولید بکنیم، نمیرسه درآمد، دخل و خرج اون دور رن. خب اگه دخل و خرجتون هم به فرض جور در نمیاد، این که تقصیر کارگر نیست، تقصیر مدیریت شماست، تقصیر اشکالاتی که در کارتون هست.
در حال طبیعی است این اعتراضات به نظر من گسترده تر هم خواهد شد اگر دولت پاسخ نده، رادیکال تر هم خواهد شد، سیاسی هم خواهد شد و امکان به هم پیوستنشون هم زیاده. همین مالیاتی هم که بستن به طلافروش ها که به صلاح در واقع اونا هم از مردم میگیرن دیگه، از جیب خودشون که نمیدن، ولی حالا همین هم نشون میده که دولت هزینه های سرکوب و هزینه های ریخت پاشش تو این کشور و اون کشور انقدر زیاد شده که درآمد نفتش هم خب نامعلوم، مجبوره هی از جیب مردم بدزده برای اینکه بتونه هزینه هایی رو که هیچ نفعی به نفع به سود مملکت و کشور و جامعه نداره اونا رو هزینه بکنه. خب این در مجموع وضع قابل غیر قابل تحملی رو به وجود آورده. بعدم فکر میکنه با سرکوب و تهدید میتونه خاموش کنه، غیر ممکنه. آقای کارگر سپاس، بهتون باز میگردیم در رابطه با همین مسائلی که گفتید حتما صحبت میکنیم. و جناب آقای شهاب بهرامی، آقای کارگرم اشاره کردند به اینکه این تجمعات و این اعتصاب ها و اعتراض ها داره مترقی تر میشه و خیلی جالب بود توش گزارش ما هم اومده بود شعارها درست خاص اول کارگر بدون شک مسئله معیشتی است، یعنی کارگر 250% تورم ایلنا داره اعلام میکنه، 250% تورم، بعد در این مدت حقوق کارگر چقدر بالا رفته، یعنی مسئله خیلی بغرنجه. اما یه مسئله که وجود داره میخوایم در مورد صحبت کنیم، کارگری که وضعیت معیشتیش بد است، تحت فشار فراوان است، امروز دغدغه زندانی سیاسی رو داره، امروز دغدغه معلم زندانی رو داره، امروز تهدید میشود به این که از سر کار اخراجت میکنیم، اما میگه اگر همکارانی که اخراج کرده اید باز نگردانید ما هم میایستیم. یه اتفاقی افتاده مطمئنا در این پروسه برای این جنبش های کارگری که به این شکوفایی رسیدن، یه خورده در این رابطه صحبت کنیم. میشنویم شما رو. خدمت شما مهمون عزیزتون آقای صادق کارگر و بینندگانتون عرض سلام دارم. اجازه میخوام شاید در یکی دو دقیقه یه توضیحی بدم که این اتفاق جدید نیست. شما اگه به تاریخ جنبش کارگری ایران تو قرن گذشته نگاه کنید ببینید که شاید اولین اعتصاب متشکل جنبش کارگری صنایع سندیکا و اتحادیه چاپخونه های تهران بود. البته درست چند ماه قبل از اون ماهیگیران بندر انزلی 1285 یا 9 دقیقه خاطرم نیست اعتصاب کردن و بعدش هم اعتصابات همینجوری ادامه داشت. بعد از سرکوب رضاخانی و قلقم جنبش کارگری، بعد از اتفاقات 20 شهریور و بعد از اون دوباره جنبش کارگری، سندیکای اتحادیه‌ها جون گرفتن، سه اتحادیه بزرگ صنعت نفت و صنایع دیگه متشکل شدن و یه اتحادیه بزرگ شوراهای کارگری رو یا در اون مقطع تشکیل دادن. 1325 اعتصابات وسیعی رو در تهران، خوزستان، اصفهان و جاهای دیگه به وجود آوردن که منجر به تصویب قوانین کار مدرن شد. 1325 در مجلس اینو تصویب کردن، 35% اضافه حقوق و در این حال هم خواستهای سیاسی مشخصی داشتن. همونطور بعد از کودتای 32 و قلقم با جنبش کارگری، این جنبش دوباره سر بلند کرد. قبلش اعتصابات وسیعی که در خوزستان در بخش صنایع نفت بود منجر به این شد که چون یکی از خواستهای اساسی کارگران بیرون انداختن انگلیسی ها صنعت نفت و ملی کردن صنعت نفت بود که 1330 در مجلس تصویب شد. برحال یکی از پایه های اصلی خود جنبش ملی صنعت نفت جنبش کارگری ایران بوده. سال 57 میدونیم که کارگرها وقتی که کشتار میدون ژاله اتفاق افتاد شیرهای نفت بستند خیلی سیاسی و گفتن به آفریقای جنوبی که به اصطلاح کشور نجات پرست و آپارتاید بود و اسرائیل، ما نفت رو نمی فروشیم و شیر نفت رو می بندیم.
اگه این اتفاق نمی افتاد به نظر من رژیم شاه ده ها کشتار شبیه میدون ژاله رو انجام میداد و حتی ممکن بود موفق باشه که انقلاب رو همون موقع به خون بکشه. میخوام بگم که و هم اگر تو باشه تو همون موقع هم شعار مردم شد دیگه، تو همه شهرها بود، کارگر نفت ما، رهبر سرسخت ما. بعد از تحولات بعد از انقلاب میبینیم درست ماهیگران بندر انزلی کشتار شدن، کارگران در اصفهان قتل عام شدن به اسلحه جمهوری اسلامی که حتی چند ماه ازش نگذشته بود، شوراهای کارگری به طور وسیع تشکیل شده بودن، خاصای بسیار پیشروی داشتن که بعد بنی صدر اومد گفت شورا پورا مالیده و به خون کشیدن. به دوره آخر که برگردیم میبینیم صدها اعتصاب کوچک و بزرگ ما در شاید هزاران داشتیم در بخش نفت، پتروشیمی، فولاد، نساجی و حتی اگهاتون باشه کارگران چی تو من فراموش کردم بگم که سال 50 راه افتادن کارگران چیت کرج به طرف تهران که تو کاروان بکنم کاروان سرای سنگی اسمشه، اونجا ارتش و پلیس به قول بین 15 تا 20 نفر از کارگرها کشته شدن که متاسفانه فقط اسامی 3 نفرشون مشخص شد و میگم اون موقع هم هیچ عبایی نداشتن که به خون بکشن و نذارن کارگران متشکل بشن. در کارگرای هفت تپه بحث اداره شورایی رو آوردن، اگه یادتون باشه پارسال 20 تشکل و نهاد صنفی کارگری بیانیه و منشور بسیار پیشروی دادن که در 12 ماده تدوین کرده بودن و واقعا این منشور انقلاب بود، منشور انقلاب زن زندگی آزادی بود، تمامش ببینین خال به خالش خواسته های رفاهی سیاسی آزادی بی‌قید و شرط گرفته تا معیشت منزلت حق مسلم ماست و بسیاری از خواسته های دیگه و معلوم بود این جنگی بر علیه رژیم حاکم و رژیم سیاسی. به نظر من این اتفاق در ادامه مبارزات 100 سال اخیر جنبش کارگری بوده و امروز خوشبختانه جنبش کارگری میتونیم بگیم که از به اصطلاح نادرترین جنبش های پیشرو کارگری در جهانه. بسیار عالی، سپاسگزارم آقای بهرامی. بهتون باز میگردیم در رابطه با همین مسائلی که گفتید بیشتر صحبت میکنیم با آقای صادق کارگر. آقای کارگر، شما به یک نکته اشاره فرمودید در رابطه با امکان به هم پیوستن اعتصاب‌ها و اعتراضات به شکل سراسری که تأثیر گذارتر باشد و کارگران، اصناف، بازنشستگان همگی بتوانند به آن چیزی که دنبالش هستند، آن نیازهایی که دارند، آن خواستهای برحقی که دارند برسند، چقدر امکان این موضوع وجود دارد و یه خورده در رابطه با امکاناتی که وجود دارد برای این به هم پیوستن و همچنین موانعی که در سر راهش هست صحبت کنید؟ بفرمایید، شما رو میشنویم. بله، متشکرم. عرضم حضور شما که همین الان این تلاش‌ها و فعالیت‌ها برای اینکه این اعتصابات و اعتراضات به هم بپیونده رو ما مشاهده می‌کنیم، از جمله در همین اعتصاب در تجمع اعتراضی چند روز پیش بازنشسته های مختلف لشکری و کشوری و تامین اجتماعی و فرهنگیان که شعار می دادن که اتحاد باید بکنن. این واقعا یک ضرورتیه که کارگرها بهش پی بردن مسئله اتحاد و خوب دارن به این سمت حرکت می کنن و این حرکت و در واقع این وضعیت فشار سیاسی و اجتماعی و معیشتی و فشار حکومت که هست، اینا همه دست به دست هم میده و کمک میکنه که این اتحاد، این حرکت به سوی اتحاد هرچه بیشتر سرعت بگیره و گسترده بشه و طبقه کارگر و سایر زحمتکشان ناگریز هستن برای رسیدن به مطالباتشون، اتحاد بکنن که یه نیروی رو در واقع به وجود بیارن که حکومت نتونه
اون نیرو رو به آسونی خواستهاشو بدون پاسخ بذاره. یعنی یه ضرورت زمان هست، جبر زمان هست و همچنین آگاهی اجتماعی که کارگر پیدا کرده و نبود یه چشمانداز روشن و یک زندگی به اصطلاح قابل تحمل مادامی که رژیم جمهوری اسلامی بر سر قدرت هست. اینا همه عواملی هستن که کمک میکنه که کارگران متحد بشن و متشکل بشن و نیروشون رو یکی بکنن برای اینکه بتونن خواسته هاشون برسن. ولی موانع، عمده ترین موانعی که هست یکی اینه که خب تشکل اینا نذاشتن به وجود بیا، تشکل ها رو سرکوب کردن. یکی دیگه این هستش که خب رفتار حکومت با رهبران فعالین این اعتراضات خیلی شدیده. مثلا شما ببینید حتی رهبرهای سندیکای کارگری یا سندیکای معلم ها رو میگیرن، تا حد اتهام جاسوسی هم بهشون میزنن به صرف اینکه ملاقات کردن با یه نماینده از یه اتحادیه کارگری دیگه که خیلی معموله تو همه جای دنیا و چیز نیست، اصلا چیز عجیبی نیست، کاملا طبیعی هستش. بنابراین موانع الان حکومت، نبود تشکل و خب کارگرها باید سعی بکنن به نظر من، البته خودشون بهتر از من اینو میدونن که چه کار بکنن، ولی حالا منم به عنوان یه فعال سندیکایی از تجربیات گذشته‌ای که خودم دارم میخوام یه مقداری بهره بگیرم که وقتی که اتحادیه‌ها رو سرکوب میکنن همون کمیته‌های در واقع اعتصاب و اعتراض رو باید سازمان بدن. بازنشسته‌ها که خب باید توی همون کار خودشون تو خیابون، کارگرها تو کارخونه ها، و این اعتراضات باید اول سعی بشه منطقه‌ای بشه، از منطقه‌ای هم فراتر بره، به تدریج بره به حالت سراسری برسه. و نکته دیگه که در اعتصابات خیلی حائز اهمیته که باید کارگرها بهش توجه کنن این هستش که باید سعی کنن گروه های اجتماعی دیگر رو که از رژیم و مثلا فشارهای رژیم در عذاب هستن ولی منفعت و سودی که مثلا حکومتی ها دارن ندارن، اونا رو به خودشون مثلا نزدیک بکنن و به اونا نزدیک بشن و در واقع تا اونجایی که میتونن از گروه های اجتماعی مختلف و گروه های تحت ستم و تحت فشار و تحت تبعیض اینا بهره بگیرن که در واقع اونا هم به عنوان حامی این اعتراضات که به نفع اونا هم از پیروزی این اعتراضات جلوه بکنن و بپیوندن به این اعتراضات. به نظر من جامعه ما در این به اصطلاح در این مسیر قرار گرفته. خب یه مقداری یه سری عوامل هست، ممکن یه مقداری نقش بازدارنده داشته باشه مثل همین مسئله که الان توی غزه پیش اومده، ولی به هر حال اینا هم تاثیرش موقته و بالاخره جامعه به راه خودش ادامه میده و ادامه خواهد داد و رادیکالیسم همی به نظر من کاملا قطعی و طبیعی. من جنبندی به شما باز میگردیم آیه کارگر، عذرخواهی میکنم چون وقتی ما رو به پایان است، انتها هر مهمان عزیز یک دقیقه وقت خواهند داشت. من البته آی بهرام شما 3 دقیقه وقت دارید و بعد برای 1 دقیقه 2 دقیقه وقت دارید و بعد برای 1 دقیقه جنبندی بهتون باز میگردیم. من میخوام تحلیل شما از این وضعیتی که امروز جامعه کارگری و اصناف دارند بشنویم و ارزیابیتون با این وضعیت و این پروسه‌ای که شما به تاریخ برگشتید از نزدیک به 100 سده پیش، 100 سال پیش تا به امروز رو تحلیل کردید که این جنبش ها ادامه داشته، جسته گروخته در اشکال مختلف و حتی به گفته بسیاری به این جنبش ها و این اعتصاب ها و اعتراض های کارگری بود که آخرین میخ را بر تابوت حکومت پهلوی زد. وضعیت فعلی رو تحلیلتون رو میخوام بشنویم و همچنین ارزیابی شما از آینده پیش رو. 2 دقیقه وقت دارید، اگر میخواید میتونید جنبندیتون هم انجام بدیم، 3 دقیقه رو با هم داشته باشیم و بعد 1 دقیقه نهایی. بفرمایید، 3 دقیقه شما رو میشنویم. بسیار نیکو خدمتتون عرض کنم که یه نکته رو من اول بگم. همیشه گفتن چرا کارگرها کجا هستن، مردم الان اومدن تو خیابون چرا کارگرها نیستن. من بگم کارگرها به خاطر موقعیتی که دارن محافظه‌کارتر از بقیه بخش‌های اجتماعی هستن و همون یه تناقضه که هر چقدر خب بالاخره کارگرها پیشروترین بخش جامعه هستن ولی در این حال به خاطر وضعیت معیشتیشون انقدر تنگناهای فراوانی دارن که تا خیالشون راحت، یعنی باید به این مرحله برسه که بدونن واقعا این دفعه نمیتونن سرکوبشون کنن، اون موقع تو به خیابون هم خواهند اومد. اما جدا از
موانعی که آقای کارگر اشاره کردن، خب یه مانای دیگه هم بوده، گرایشات سیاسی گوناگونی هم داخل خود جنبش کارگری هست، یکسان نیست و بالاخره جنبش‌های راست، رفرمیستی، اصلاح طلبانه هم تلاش میکنن تفرقه میندازن و گاهی وقتا هم تا حد موفق میشن. یکی از قوی ترین نکات جنبش کارگری خوشبختانه در ایران جنبش مجموعه عمومیه، خیلی وسیعه و این قدرت بسیار زیادی رو برای متشکل کردن طبقه کارگر بخش‌های مختلفش به وجود آورده. این یه نکته. دوم این که بحث تشکل برمیگرده که باید کارگران حزب سیاسی خودشون رو بسازن، یعنی ضعف اصلی الان بحث بر سر تحزبه، بدون حزب سیاسی کار به جایی نخواهند برد. اگه ده ها هزار کمیته و شوراها هم که خب در دوران انقلاب وجود داشت تو تحولات انقلابی، ولی سازمان ها، اتحادیه ها، سندیکه ها اینا راه به جایی در راه به جایی نخواهند بود مگه حزب سیاسیش. یا میتونن فکر کنن در حزبای موجود اگه هستن نزدیکتر به مطالبات نمایندگی میکنن، نمایندگی و خواسته های طبقه کارگر رو برن عضوش بشن، یا اینکه خودشون حزب مستقل طبقه کارگر رو به وجود بیارن. این نکته. نکته بعدی من اینه که آینده‌ای که من در واقع تصور میکنم اینه که اعتصابات سراسری وسیع‌تر میشه. ببین اعتصابات سراسری در بخش‌های مشخصی از صنایع و بخش مختلف، مثلا بخش بیمارستان، بخش صنایع نفت، بخش فولاد، اینا میتونن اعتصابات سراسری بذارن. این اعتصابات سراسری در پروسه که در ارتباط مستقیم با جنبش سرنگونی هست و بر بستر جنبش سرنگونی حرکت میکنه باید به اعتصاب عمومی برسه. اونجاست که رژیم سیاسی سقوط خواهد کرد یا به طرف پرتگاه سقوط خواهد رفت. اگه یعنی تمام نیروهای سیاسی، جنبش کارگری، فعالین کارگری باید هدفش این باشه که اعتصابات سراسری رو سازمان بدن، سوق بدن به طرف اعتصاب عمومی برای ضربه زدن نهایی به طبقه سرمایه دار و وضع شدن به جنبش سرنگونی که هر از چندگاهی میاد تو خیابون و عرض اندام میکنه. بله، سپاسگزارم از شما جناب آقای شهاب بهرامی. تا انتها با ما همراه باشید. با آقای کارگر یک دقیقه وقت داریم برای جنبندی نهایی، بفرمایید. بله، البته من با اون قسمت آخر صحبتهایشون موافقم که اعتصابات بعد برای اینکه رژیم رو به زیر بکشه فرا روی به اعتصاب سراسری، حرف درستی، من موافق هستم. ولی اونجایی که صحبت میکنن از مجمع عمومی، مجمع عمومی به نظر من برای تشکیل نهاد کارگری هست، ولی خودش نمیتونه جای نهادو بگیره و اصلا در واقع یه نوع مدیریتی هم نمیشه بهش اعمال کرد. بله. برای همین اون مجمع عمومی تا اونجا خوب و اعتبار داره که از دل اون یه تشکل به وجود بیاد که اون تشکل نقش سازمانگر رو داشته باشه، و اگر نه مجمع عمومی به خودی خود فقط میتونه کارگرها رو یه بار دور هم به یه اعتراض واداره، ولی جمع کردن همون کارگر تکرارش نه، ولی تشکر میتونه این کار رو بکنه. این تفاوتی هستش که من با ایشون دارم و بقیه مسئول هم این ما تصور میکنم با هم موافق باشیم و مشکل نیست. با امید اینکه این اعضا و گروه های سیاسی که هستن هی هم درست نیست آدم هی حزب و گروه جدید درست بکنه، بلکه اینا به هم نزدیک بشن. بالاخره هر کس میتونه یکی از این اعضا رو به خودش نزدیک ببینه دیگه. اینه نیست که هی تشکل درست کنیم پشت سر هم بی مورد. وقت ما پایان رسید. آیه بهرامی، مثل اینکه یک صحبتی کردی، صدای شما قطع بود. توضیح 10 ثانیه‌ای بدم. آره، چون وقت ما کم خیلی کوتاه بفهم. مجمع بود که مجمع عمومی خیلی بهترین شیوه سازماندهی در کارخونه‌ها و محیط کاره. من بحث بعدم بعد از اعتصاب عمومی مجمع عمومی نبود، اعتصاب عمومی گفتم. یعنی تمام بخش‌های مختلف طبقه کارگر با هم اعتصاب کنن. این خواستم این توضیح بدم که ایشون فکرم سوء تفاهم شد، متوجه نشد بودم. متشکرم. سپاس از توضیح تکمیلی شما. مهمان‌های گرامی رو من در انتها بار دیگر معرفی میکنم. جناب آقای صادق کارگر، فعال سندیکایی و کنشگر سیاسی چپ، و همچنین جناب آقای شهاب بهرامی، تحلیلگر و فعال سیاسی چپ. سپاسگزارم از شما دو عزیز که تا این لحظه با ما همراه بودید. متشکرم. زنده باشید.
بله، گفته بودیم دو بخش داریم، هر دو بخش به پایان رسید و سپاسگزارم از شما بینندگان گرامی، همراهان همیشگی تلویزیون آریان که تا این لحظه با ما همراه بودید. تا دیدار دیگر، شاد و تندرست باشید.